سلام خدمت دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه آنباکسینگ دیگه اومدیم در خدمتتون. اولین آنباکسینگ از برند First War Figures که برند بسیار معتبریه، کارهای بسیار گرونی هم میزنه و تمام کارهاش هم گیمیه و این کار شخصیت جیم کازاما هستش از بازی تکن 3 و باید بگم که ادیشن اولش هستش و حالا میشه گفت این کار دو مدل داره. یه مدل همینه که الان داریم براتون آنباکس میکنیم که رنگ دستکش ها و شلوارش حالا مشکی و قرمزه و ادیشن بعدیش که مربوط میشه به ظاهر جین کازاما در تکن 5 که لباس سفید جنگی داره، حالا شلوار سفید جنگی داره. و اما اسکیل کار 1:4 لیمیتد ادیشن 250 تایی، حالا نامبر ما هم که پشت باکس نوشته شده میریم با هم بررسی میکنیم و بریم سراغ باکس. باید بگم که کاملا اومدن رنگ‌آمیزی باکس رو در واقع با رنگ لباسش ست کردن و عکس هم که اینجا میبینید عکس خود مجسمه است و اینترنتی یا کانسپت آرت نیستش. در کنار باکس از یه زاویه دیگه دوباره برای ما اومدن عکس مجسمه رو گذاشتن و پشت باکس هم نمای پشتی کار و یک سری اطلاعات اینجا برای ما نوشتن و حالا من بخوام خیلی نرمالش رو براتون بگم اینه که First War Figure در واقع از زبون خودش نوشته که خیلی افتخار میکنه که در واقع اومده شخصیت جین کازاما رو از بازی تکن 3 تولید کرده و نوشته که حالا اسکیلش 1:4 19 اینچ ارتفاع کاره و نوشته که در واقع تمام کار هم از پولیستونه. اینجا هم نوشته هایلی لیمیتد تو 250 یعنی 250 در کل دنیا تولید شده و نمبر ما 187. دوستان بریم سراغ خود مجسمه و من روی استندم براتون گذاشتم که کاملا بتونیم کار رو از همه زاویه ها ببینیم و در موردش توضیح بدیم. خب اول بریم سراغ بیسش. همونطور که روی باکس برای ما نوشته بودن تمام مجسمه مثل حالا موها، خود بدن، دستکش، کلن حتی بیس هم پولیستونه و با توجه به حجمی که من میبینم و حالا قدری هم که خود این بیس داره فکر کنم حدودا 5 کیلو فقط وزن بیسش باشه و در واقع اومدن کف بیسش هم همون در واقع جین کازاما رو به ژاپنی نوشتن یا حالا چینی، من خیلی سر در نمیارم. و اما میرسیم به قسمتی که خیلی تو چشمه، قسمت شلوارش که گفتم فرق ادیشن ها هم توی همین قسمته و دستکش هاست. باید بهتون بگم که فوق‌العاده کار کردن و اومدن حتی اون بافت و چین و چروک هایی که رو چرم هست رو برای ما رو پولیستون پیاده کردن و علاوه بر چین و چروک هایی که از عمد با پولیستون اینجا برای ما در آوردن یه هایلایت ها و سایه هایی هم
از ترکیب رنگ های قرمز و نارنجی برای ما کار کردن با زرد که این چین و چروک ها رو دو برابر میکنه، در صورتی که اگر دست بزنید و لمس بکنید هیچ در واقع پسی بلندی احساس نمیکنید، اما خب انقدر پنجاب قویه که یه همچین حسی با آدم منتقل میکنه. و اومدن دیگه حتی قسمت های دوخت این شلوار رو هم برای ما در آوردن. میشه گفت به نسبت، حالا درست کار 1:4 اما کلن کار بزرگی محسوب میشه، چرا که حالا مجسمه مربوط به کاراکترهای بازی فایتینگه و خب اکثرا کاراکترهایی هم که تو این بازی ها هستن قد و قامت بلندی دارن و درشت هیکل هستن و کلی هم عضله حالا رو بدنشون هست، بنابراین یک مقدار از حالت مجسمه 1:4 معمولی بزرگتر به نظر میرسه. و ما بریم سراغ بدنش. واقعا این کار روی ساخته یه همچین بدنی واقعا بگم شاهکار کار کرده و علتش هم اینه که اومده حالت در واقع خیس بودن و عرق کردن پوست رو جوری رنگامیزی کرده که کاملا حس میشه و واقعا فکر میکنید که خیسه رو دوست دارید اصلا پاک بکنید که خوش بکنید مجسمه رو. و مثل همیشه هم عکس دقیقش رو براتون قرار میدم، امیدوارم که بتونم جوری عکس بگیرم که این قسمت های در واقع خیس بودن و عرق کردنش رو بتونم براتون به نمایش بذارم. و دیگه چیز خاصی برای توضیح نداره، میشه گفت ضعف فیگور یا حالا جایی که ممکنه آسیب ببینه قسمت موهاشه، چون حالا با یه همچین ظرافت و دقتی اومدن دوباره پلی استون به کار بردن که فکر می‌کنم با کوچکترین تماس یا ضربه‌ای ممکنه که موهای این مجسمه آسیب ببینه. و ما بریم سراغ پشت کار. پشت کار هم در واقع همونطور شاهکاره، همون حالت خیسی و تعرق روی پوستاش حس میشه و رگ‌هاش هم دیگه در تقریبا تمام بدنش یکسان کار شده و یه رنگ خیلی سبز کمرنگ که حالا رگ دست همیشه گفت همون رنگه اومدن کار کردن و واقعا هیچ تفاوتی با جین کازامای توی بازی من حس نمی کنم اینجا. و بریم سراغ نمایش کار.
خب دوستان، امیدوارم که از انباکسینگ امروزمون لذت برده باشید. تا یه انباکسینگ و یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.